شاهبالی شهری از جمعی 42 پناهجوی افغان است که روزی سه شنبه از آلمان به کابل برگشتانده شدند. او کنون در مهمانخانه‌ای که به طور موقت از سوی سازمان جهانی مهاجرت برایش فراهم شده زندگی می کند. او 33 سال دارد و می گوید باشنده اصلی ولایت تخار است. اما 24 سال زندگیش را در ایران مهاجر بوده و اکنون هیچ کسی از اعضای خانواده‌اش در افغانستان نیست. فقط ما مشکل من اینه که من این وطن اصلا نیدم، من اینجا بزرگ نشدم، من کمک لازم دارم، من میخوام برم یه جای دیگه برم. من اصلا اینجا زندگی نکردم و من سخت است، من فامیل من اینجا اصلا کسی ندارم. شاهبالی میگوید در سال 2016 با همسر و سه فرزندش به گونه قاچاق از ایران به آلمان رفت. آنجا به جرم حمله با چاقو بر همسرش زندانی شد. خانم که دیگه رفته بود دمد گفت من کتو من تر دوست ندارم، من به یکی دیگه زندگی میکنم. من گفتم خب با او زندگی میکنیم مشکل نیست. گفتم گفتم بچه های ما بدی طلاقات میتونم بروفتم. گفت نه بچه ها میتونم. گفت دیگه همجه زدم یک همسایش من پشت سرم گرفت. یه بازم خدا را شکر که نمرد گم کن. روند اخراج ماهانه پناهجویان افغان از آلمان پس از یک وقفه دو ماهه از سر گرفته شده است. وزارت داخله آلمان روز چهارشنبه گفت 40 تن از گروه 42 نفری پناهجویان تازه اخراج شده از سوی محاکم آلمان و جرایم مختلف از جمله خشونت، دزدی مواد مخدر و بدرفتاری جنسی محکوم به مجازات شده بودند. به گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان از دسامبر سال 2016 بدین سو این کشور نزدیک به 1100 پناهجوی افغان را که دوسیه هایشان پذیرفته نشده بود اخراج کرده و به افغانستان فرستاده است. سازمان های مدافع از حقوق پناهجویان با این اقدام دولت آلمان مخالفت کردند. از جمله سازمان موسوم به شورای مهاجرین در آلمان در این توییت گفته که افغانستان امن نیست و زندگی کسانی که به افغانستان فرستاده می شوند در خطر است. از آغاز خروج نیروهای ناتو از افغانستان در ماه می خشونت ها در این کشور اوج گرفته و هر روز از درگیری های مرگبار میان نیروهای افغان و طالبان گزارش می شود. همچنان موج سوم ویروسی کرونا جان شمار را در این کشور تهدید می کند. یک جمعه انتقال بدم برم نگم ترکیه ما هوایی. در چنین وضعیت شاهبالی می گوید هر لحظه خود را در اینجا با ترس و دلهوره سپری می کند.